های چطورین؟ خوبین؟ امروز قراره که با هم کیک درست کنیم تو خوابگاه، یعنی بدون هیچ امکاناتی، و همزمان جواب سوالاتونو بدم Q&A خودمون، یعنی Q&A و پختن کیک با هم. خب آره، مواد لازم رو اینجا داریم و علاوه اصل کاری بیا خیلی زوداش این کارو بکنه بچه، دو ساعت منتظر بود که این کارو بکنه. خب من هیچ وقت حالا تو عمرم کیک درست نکردم، بعد تازه اینم که خریدم روش نوشته که باید با فر درست کنی. امیدوارم که امیدوارم که درست بشه همه چی. حالا همزمان که دارم درست میکنم سوالاتتون هم میخونم. اول فعلا درست بکنم اینو یه ذره، بعد میریم سراغ سوال ها. یا بذار اول یه بیوگرافی کامل از خودم بدم. مبینا هستم، خاک پای شما، چاکر شما، اینجا چاکر نه، چش شما، آقا مبینا هستم، مبینا یگانه پور. سالم تموم شده، دارم 21 پر میکنم. از متولد تهران هستم ولی متاسفانه ساکن تهران نیستم، ساکن آباده، یه شهری بین اصفهان و شیراز هست دو استان فارس، من ساکن اونجا هم. رشتم گرافیکه، دانشجو هم، دانشجوی دانشگاه. داشتم میگفتم دانشجو هم، دانشجوی رشته فوتوگرافیک دانشگاه شریعتی، دو تا شریعتی تهران. یه خواهر دارم. دیگه چیز خاصی باید بگم؟ دوست صمیمی خیلی خوب داره. آره که اینجا دوست دارم همش اینو به رخ شما بکشه، نمیدونم چی داره این. همین دیگه حالا فعلا. این خیلی زیاده. من اینو باید نصفش کنم. من نمیدونم نصفش چقدر. ببین الان همه چی چشمیه اینجا. من اصلا نمیدونم قرار در نهایت چی بخورم. بوی خوبی نمیده. ایف ایف ببینم. بو ترش میده. ایف این چیه؟ خب نمیدونم، من که قراره نیست بخورم. بی خود کردی، همه قراره بخورن، تازه قراره اون یکی دوستم، اون کسی که ایده داد که کیک درست کنم. اصلا برای چی دارم کیک درست میکنم؟ من برای چی دارم کیک درست میکنم؟ چون که چنل یوتیوبم صدتایی شد. چنل یوتیوبم صدتایی شد، البته الان بیشتر از صدتایی شما این ویدیو رو میبینین، ولی خب دیگه حالا برای اون مناسبت و یکی از دوستام ایده داد که گفت به مناسبت صدتایی شدنت کیک درست کن، که قراره کیک درست کنم. حالا ما نصف اینو میگیم ناکو، اگه این تا اینجا دیگه این انقدر شو باید بریزم. یا خدا آروم آروم طوفان شد. میگم چی نوشته؟ حس میکنم این حجم از کیک کمه. حالا درست کنم ببینیم چه گل به سرمون میزنیم. بعد خب باید الان دو تا تخم مرغ را بشکنم و از اونجا که همزه ندارم باید با دست اینطوری باید چیز کنم. آها چرا سوال بزن موقع تخمه مرغ. چی شد که کانال یوتیوب زدی؟ من کلا جمعی شد. اینا دوست من دارم، اینا دوست من دارم، هر کدوم یه جور آدم تخریب میکنن. خدا هیچ آدم یه جمعی نکنه. داشتم تخمه مرغ نداز تو شد. باشه بابا وای، اگه بلدی بخواد درست کن. تو میخوای سه تا هم ریختم نزاش تو ثانیه تا هم بگذاری مخ نداز توشه. باشه بابا وای، بعد برینه توش. چی شد که کانال یوتیوب زدم؟ من کلن دوست داشتم، یعنی وقتی که میدیدم چنل ها رو، ولاگ ها رو، فیلم ها رو، حالا مثلا که اوکسر بود، میا پلیز بود و چه میدونم کوروش، کلن دوست داشتم، این وایب خوبی بهم میداد و دوست داشتم که خودم هم امتحان کنم. گذاشتم و فیلمون رو بگیریم. داشتم میگفتم کلا وایب خوبی بهم میداد، من دوست داشتم که انجام بدم ولی روم نمیشد، روم نمیشد. بعد این چند ماه هم که یه اتفاق افتاده بود کلا فعالیت اینستام هم کم شده بود، دیگه یهو تصمیم گرفتم که هم اینستام هم چنل یوتیوبمو یهو فعالیتمو زیاد کنم. بای بای که دیگه شروع شد دیگه اینطوری، ولی من واقعا دوست داشتم، یعنی به نظرم چیز باحالی میومد و دیگه اعتماد به نفسش رو به دست آوردم و شروع کردم کارو. ولاگر مورد علاقت میا. خیلی آدم ها رو سابسکرایب نکردم. میا
کیوکسر، تاکسی گرل، سوگنگ، فرشاده. بعد بین اینا میارو خیلی دوست دارم، کنم وایب خوبی بهم میده. چند سالته و اهل کدوم شهری؟ گفتم 20 سالم تموم شده، دارم 20 سالکو پر میکنم و گفتم که تهران، متعلق تهران هستم، ساکن آباده، که این خیلی بده، خیلی خوبه بی نداره. رشتم هم گفتم. بگو مهتاب آرتی کیه، باش بیشتر آشنا بشیم. مهتاب آرتی هم دانشگاهی منه، فکر کنم هم سن خودم هم هست. بعد ایشون خیلی زودتر من ولاگو شروع کردن، ولاگای خوابگاه دانشگاه، خیلی هم ویو گرفته. بعد من اولین بار توی یک گروه توی واتساپ که در مورد خوابگاه بود دیدم چنلشو، دیگه هم نگاه کردم و اینا، بعد خجالت هم میکشیدم. من خب کلن روابط اجتماعی میذاره ضعیفه، نمیتونم خیلی زود کانکشن با آدم ها. دیگه سر اون ولاگ ورکشاپ نقاشی بود، از سر اون رفتم تو نمایشگاه، مهتاب بودش دیگه، سر حرف بود. بعد وقتی باش باف کردم، آشنا شدیم، راهنماییم کرد راجع به یوتیوب و کلا خیلی دختر مهربونیه. آره گفتن که باش بیشتر آشنا بشید، چنلش هم حالا میذارم توی دیسکریپشن. تا حالا عمل کردی مثلا عمل زیبایی چیزی؟ عمل زیبایی نه نکردم، ولی یه بار زبونم رو عمل کردم، کلاس دوم بودم، بعد رو صندلی وایساده بودم، هول کردم خوردم زمین، با چونم خوردم زمین و دندونای بالام نشست تو زبونم و زبونم یه جورایی سوراخ شد. آره سوراخ شد دیگه، رفتم بخیه زدم، بیهوشم کردم، بخیه زدم و هفتم بخیه خورد، یک ذره زبون، فکر کنم 3 تا زیر 4 تا رو اینطوری. ماشین مورد علاقت خارجی که اصلا تا بهش فکر نکردم، ایرانی 206. به نظرم صبر کنید من اینو تون تون هم بزنم، بعد دوباره میام پیشتون و بیشتر پاسخ میدم. آره بیشتر پاسخ میدم بهتون، میرم میام اینو هم بزنم میام. داشتم میگفتم این خیلی سخته، نوشته که 2 تا 3 دقیقه با همزن با سرعت تند. خب مگه من دستم چقدر تنده؟ چه سبک موزیک و فیلمی بیشتر دوست داری؟ فیلم، موزیک و فیلم، همه چی میبینم و گوش میدم، ولی خب یه سری استثناها، آره یه سری استثناها وجود داره. مثلا فیلم ایرانی خیلی نمیبینم، دوست ندارم، ترکی اصلا نمیبینم، هندی نمیبینم، ولی مثلا اکشن دوست دارم، در مورد نجوم باشه، علمی باشه، تخیلی باشه، اینا رو دوست دارم. موزیکم توی یه چالش دیگه فکر کنم با خواهرم بود رفتیم، گفتم که من هر چی که قشنگ باشه رو گوش میدم، فرق نمیکنه. یهو دیدم مثلا ممکنه پاپ باشه، رپ باشه، سنتی ایرانی باشه، یا چه میدونم خارجی باشه، انگلیسی باشه، گوش میدم، فرق برام نمیکنه. تو رابطه ای با کسی کیه؟ چند ساله؟ بله تو رابطه هستم دیگه، کیو چند سالش بماند. چی شد که رفتی رشته گرافیک؟ من بچگی کلا خیلی علاقه به نقاشیونو داشتم، بعد هی دیگران بهم میگفتن آره تو خیلی هنرمندی، حتما برو گرافیک و اینا. بعد خودم خیلی دوست داشتم، دیگه تصمیم گرفتم برم و آیدارم بخوام کشوندم آوردم. البته کلاس هفتم که بودم تصمیم گرفتم برم معماری، دیگه کلا یهو هشتم که رفتم عوض شد، بازم رفت گرافیک، که دیگه گرافیک رو انتخاب کردم. دوست داری تو ایران به کجاها سفر کنی؟ آره همه جا. من کلا خونه آدم آدمایی نیستن که خیلی سفری باشن، مسافرت و اینا خیلی نمیرم، من خیلی مسافرت نرفتم و خیلی دوست دارم، یعنی هر جا منو ببری خوشحال میشم. من یه بار در عرض مثلا چند ساعت اصفهان بودم دیدم، دو بار رفتم شیراز، اونم یه بار سعدیه حافظیه دیدم، یه بار تخت جمشید پاسارگاد دیدم، یه جا هم پاساژ اینا رفتم. تهرانم هم که همش میام، ولی همش تو خونم، هیچ جایی نمیرم، یعنی فقط میرم خونه بابا بزرگم میشینم، هیچ کاری نمیکنم، هیچ جایی نمیرم. آره همه جا رو دوست دارم برم، ایران باشه، خارج باشه، سفر خیلی زیباست. کشور یا شهرهای خارجی که خیلی دوست داری؟ گفتم همه رو دوست دارم، ولی یه کشوری هست که خیلی دوست دارم که برم اونجا، بر مسافرت نه مهاجرت، خیلی یعنی قشنگ یکی از آرزوامه مصره. مصر به نظرم خیلی قشنگه، یکی از فانتزیام، یعنی فانتزی از کجا به وجود اومد؟ مینیونا داشتم میدیدم، مینیونا قسمت یکش، های مینیونا قسمت یکش داشتم میدیدم، اون تیکه که ماه رو میخوام بدوزن، گروه میره سمت اهرام سلسله، اهرام سلسله رو کوچیک میکنه، یه همچین چیزی، یه همچین اتفاقی میاد
میفته. من از اونجا خیلی دلم میخواست که کلن اهرام سلفر از نزدیک ببینم، چه بسا که میشد دست بزنم بهش، خیلی نزدیکشم و اینا. ولی یه جای خوندم که مصر ایرانی ها را نمیده، نمیدونم چرا، فعلا مانیش هم ندارم که بخوام برم، چه برسه اجازش. حیوان مورد علاقت سگ اول بعد گربه دیگه، با بقیهش خیلی اوکی نیستم. پرنده هم خوشم نمیاد چون از منقارشون و پاهاشون خیلی میترسم، یه حس بدی ازشون میگیرم. رنگی که بیشتر از همه دوست داری، از اونجایی که همه رنگ ها رو میپسندی. آها میگه اونجا که همه رنگا رو میپسندم. چی شده؟ اگر اینو زیاد هم بزنیم کیک پف میکنه. پف کیک به خاطر تخم مرغشه. آره دوستان خیلی بهتره من بلدم، یعنی با چنگال هم بزنی تخم مرغ رو خیلی بیشتر پف میکنه. داشتم میگفتم همه رنگا رو دوست دارم، کدوماشو بیشتر؟ رنگای شاد دیگه. حالا خیلی دقت واقعا، یعنی من هیچ وقت فکرش نکردم که چه رنگی رو بیشتر دوست دارم، همشو دوست دارم. تازه یه رنگای خیلی جیغ و شاد مثلا صورتی، یاسی، بنفش، نارنجی، آبی، اینا رو خیلی دوست دارم که شد همش. در نتیجه من همشو دوست دارم. عشق یا خانواده؟ عشق به هم وصلن. عشق به خانواده. به هم وصلن، غیر ممکن نباشه. خیلی عجیبه، به هم وصلن. اگه خانواده رو بخوام، عشقو دارم. اگه عشقو بخوام، خانواده رو دارم. هر دو تاش. یس. سوسماس. سوسماس. وقتی که از همه میرنجی و ناراحتی چی کار میکنی؟ گریه. گریه گریه. قبلا میخوابیدم ولی گفتم توی چالش دیگه وقتی میخوابی، وقتی ناراحتی، اون ناراحتی بیشتر تو ذهنت میمونه، پس برای همین دیگه نمیخوام، گریه میکنم، فقط گریه میکنم تا خالی بشم. نشه که دوست داری کانادا زندگی کنی؟ آره چرا که نه، چرا نه دوست داشته باشم. اتفاقا همین امروز داشتیم از کلاس برمیگشتیم با آیدا، صدای هواپیما اومد. با آیدا گفتم هر وقت صدای هواپیما میاد یا میبینمش بلا استثنا به این فکر میکنم که کی میشه من سوار این هواپیما بشم. من اصلا تا حالا سوار هواپیما نشدم، همش به این فکر میکنم که کی میشه من اولین بار سوار هواپیما بشم، بعد همونو دیگه برم مهاجرت کنم، دیگه برنگردم. همیشه به این فکر میکنم. آره کانادا خوبه، آمریکا خوبه، انگلستان خوبه، ولی فکر کنم کانادا همش بهتره، فقط سرده. مثلا کانادا کلا خیلی کشور بهتریه برای ایرانیا. آره دیگه همه سوالا رو هم فکر کنم جواب دادم. بریم بقیه کیک رو درست کنیم، سوالات رو جواب دادم، فقط الان دیگه باید کیک رو درست کنیم با هم دیگه، ببینیم چی عذاب در میاد آخر کار. دوستم این تخم مرغا رو هم زد، دستش در نکنه. ما نصف این شیره رو می‌ریزیم، اونجایی که خودش من بودش هم نصف کرده، نصف شیره رو می‌ریزیم. شیر پرچربم گرفتم، فکر کنم خوشمزه تر بشه. چه پوفی کرده. آفاین آفاین دست من ازاد. خانم بلده کیک درست کنه، اگه نبود که الان پوف نمی کرد. مال من به قول آیدا شاید پنکیک میچسبید کفش. خوبه خوبه دیگه، واقعا خوبه. بعد اینا رو باید یواش یواش به پودرم اضافه کنم، پودر کیکم. یا برفر یا برفر خیلی کم میشه دیگه، دنت گرفتم بر روش. منو بخوریم بعد پیش تو. ما یه رفتیم کمپایی همون چرا سکسی با جورا کیک رو میزنیم. این از قبل گرم شده، بذاریم روش در چه دره میاد. آخه خودش در نداشت، یه مجبور شدم یه دره بامون دره بذارم براش. خب این الان دیگه درسته. جوجی برخص برامون قبل اینکه بریم آفتازی های من رو آگاه رو ببین. اوکی.
سوخته؟ نه سوخته، شکلاتی این شکلی شده. مطمئنی؟ به چنگال بیرو بزن وسطش رو ببینیم. این طرفی میفرم پریزیده. یس بله خوب شده میشه. دفن تایمیزا به به باده خوشه، خوشگل شده. برای من نمیذاشتم حالا. نه این فینی زیادی داره گند برای تو هنرم. اشکال نداره. حالا روش همین ذره شیک بریزن که خیف باشه. نرو نرو مواد روش رو درست میکنیم. دیگه وقت شوهرمه، دیگه من نمیدونم چه این کام هم میگیرم. دیگه وقت شوهرمه شوهرمه دیگه وقت شوهرمه شوهرمه دیگه وقت شوهرمه شوهرمه الان سعیه رو به دوازه نصف شبه. ما انتازه خواهم که گفته تا کن شما آماده. این همین درنت خیصه، انتازه خیص که هست مثلتونه خوشگله با چایی. آبا همین دیگه. حالا خلاصه این که مرسی که ویدیو ما دیدین. ممنون شم نظراتتون رو بهم بگین، لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. خدافظ. یادم رفت بگم چه مزه ای. الان مزه میکنم بهتون میگم. سهمه ما رو خورد. خیلی خوشمزه است. جدی. حسه چه جلو چهار نفر میخوریم و نگاه میکنیم. الان بهتون نمیگم. آقا خیلی خوشمزه است. جاتون خالی و دیگه واقعا خدافظ. بای بای.